دکتر حیدری صحبت میکنم برامون. دکتر حیدری دندان پزشک هستن و ارائهاشون توی کافلیت خیلی معروفه و طرفدارای خیلی خاص خودشون رو دارن. اصلا روی موضوعی که صحبت میکنن اونقدر احاطه و تسلط دارن که حتی وقتی راجع به موضوع هم میدونیم خیلی نکات تازهی همیشه توش وجود داره که پیدا کنیم. خیلی ممنون از اینکه امروز دوباره برای ما صحبت میکنیم. با سلام به همه دوستان، ممنون از اینکه اومدید. خیلی جالبه که این دو جلسه که با هم راجع به تاریخ کانادا و امریکا صحبت میکنیم همزمان شد با روز ملی کانادا هفته آینده. یک در حقیقت ایده این جلسه، بعضی از دوستان صحبت میکردیم بعد از جلسه کافلیت، گفتن که از اونجایی که من یه مقدار علاقه به تاریخ دارم، گفتم بعد نیست جلسه ای راجع به تاریخ کانادا و امریکا باشه. من به خاطر همین قسمت هایی از تاریخ این دو کشور رو انتخاب کردم که انتخاب این پریود ها کاملا شخصیه، یعنی این افراد دیگه ممکنه بگن چرا راجع به این پریود صحبت نکردیم. اون ببخشید تاثیر منه. خب جا در زمان دو جلسه هم مدت کمه که واقعا 400 سال تاریخ دو کشور رو آدم بخواد مرور کنه، ولی وقایعی رو که انتخاب کردم در حقیقت به ما نشون میده که چگونه این دو کشوری که همسایه هم هستن و قاره امریکای شمالی رو تشکیل میدن چگونه به اینجا رسیدن و چه وقایعی باعث شده که این دو کشور تفاوت‌های نسبتاً با اینکه خیلی به هم شبیهن و تاریخ مشترک زیادی دارن چگونه از نظر ماهیتی خیلی کاملاً اصلا جدا هستن. من در ضمن ادغام کردم، یعنی همزمان که تاریخ امریکا رو دور ایالات متحده رو توضیح میدم، همزمان هم وقایعی که در کانادا به وجود اومده و باعث دولت در اینجا شده رو مرور خواهم کرد. اول کمی راجع به سکونت انسان در این قاره صحبت بکنیم. بحث زیاد سر این که از کی انسان به قاره امریکا اومده است. آن چیزی که الان حدوداً توافق نظر بینش هست تخمین میزنم بین 30 تا 40 هزار سال پیش قبایل آسیایی که معمولاً از مغولستان و سیبری شمالی به خاطر وضعیت هوا، کم بودن شکار و غیره به دنبال شکارشون، به دنبال کوچ حیوانات به طرف سیبری شمالی و به دلیل پایین آمدن آب دریای تنگه برینگ که حد فاصل آلاسکا و روسیه هستش، راه خشکی باز میشه و به این ترتیب وارد قاره آمریکا میشن. بین 30 تا 40 هزار سال پیش. و خب در حقیقت قوم‌های آسیایی هستن. البته در 1996 انسانی پیدا شده، یعنی بقایای انسانی پیدا شده به نام انسان کنویک در ایالت واشنگتن که تخمین می‌زنن حدود 9700 سال پیش بوده این فسیلی که پیدا کردن. و انسان‌های دیگه هم پیدا کردن حدود 4000 تا 5000 سال پیش که اینها از نسل قفقازی هستن، کوکیشین هستن، یعنی سفیدپوست هستن. بنابراین الان بیشتر به طرف این تئوری داریم پیش می‌ریم که قاره آمریکا صرفاً اول توسط آسیایی‌ها اشغال نشده، بلکه مالتی اتنیک بوده، از نژادهای مختلف درست شده. تئوری دیگه‌ای هم هست که نه، اولین جایی که در حقیقت سفیدپوستا در قاره آمریکا نشستن در سواحل آمریکای جنوبی بوده که البته زیاد مدرک دال بر چیزی وجود نداره. یکی از اولین نمونه‌های خانه‌سازی و سکونت که یک نگاه شبیه چوغا زنبیل خودمون می‌بینه بهش میگن ماوند بیلدرز که حدود 5400 تا 5200 سال پیشه، در اریزونا این زیاد دیده میشه و در نوادا. نمونه ایش رو اینجا دارید و در این تپه های حالت کامیونیتی لیوینگ، یعنی مزرعه بوده و اینها کوچنشین نبودن، معمولا یک جایی سکنا میگزیدن و در همونجا مشغول کشاورزی بودن. البته بعد از فوق‌پوستا که قبایل مختلفی رو تشکیل میدن، کنارشون به طرف دایره خود به شمال میرن که اسکیموها هستن که البته دیگه از این واژه امروز استفاده نمیشن، دکتر حافظیان در جلسه چندی پیش گفت، و ملت اینویت هستن. اینویت ها معنای خود ملت رو میدن و اینویت یعنی یک آدم در زبان آنها. اسکیموها به زبان اینویتی در حقیقت معنای کسانی که ماهی خام میخورن رو دارن. به خاطر همین از این واژه دیگه استفاده نمیشه، این واژه‌ای نبوده که خودشون استفاده میکردن و من سفید ها این نام رو بر روی آنها داشتم، به نام اینویت ها شناخته میشن. قبایلی که بیشتر در جنوب بودن نه 100% در حقیقت عشایری بودن، نه 100% یک جای سکنایی دائم داشتن، تا
موقعی که شکار بوده اینها اونجا اقامت میکردن، مقدارشون کشاورزی میکردن و بعد به دنبال شکار تغییر مکان میده. از نظر زبانی خیلی زبانهاشون ریشه های مشترک نداره، ولی زبانی که بین اکثریتشون صحبت میشده زبان آتاواسکان بوده و از نظر ساماندهی جامعهشون هم جوامع نسبتا کیش و پا افتاده‌ای بودن. به غیر از قبیله‌ای به نام اوجیبوا که در غرب کانادا و شمال غربی امریکای امروز سکونت داشتن، اینها یک مقدار ارگانیزاسیونشون کامل‌تر بوده، به این ترتیب که رئیس در این قبیله معمولاً پدر سالاری در این قبایل بوده و حرفش حرف بوده، در حالی که در بقیه قبایل سواخوستی بیشتر یک حالت داور رو بازی میکرده رئیس قبیله و گاید میکرده سواخوستا رو، اتوریتی سانچاری نبوده. ولی هرچی اینها سکنای بیشتری پیدا میکنن و رو به کشاورزی میارن، رول پدر و در حقیقت مرد سالاری در این جوامع بیشتر میشه و ارگانیزاسیون جوامعشون رو هم یک مقدار سوریستی تر کامل‌تر. از نظر دینی معمولاً اینها نیروهای طبیعی رو می‌پرستیدن و برای راحت کردن کار بعد از مدتی اکثرشون به یک خدای واحد، و این جالبه، به یک خدای واحد رو می‌آورن به نام مانیتوی بزرگ، و خیلی از قبایل سرخپوستی که حتی زبان مشترک نداشتن خدای مشترک پیدا می‌کنن، هرچند که ریت‌های مختلفی برای مثلا آتش، باران، یا غیره داشتن، با این حال مانیتوی بزرگ رو می‌پرستیدن. اولین سفید پوست‌هایی که به قاره در حقیقت قاره آمریکای شمالی پا می‌ذارن پیش از کریستوف کلمب که اینجا شما می‌بینید در 1492 وایکینگ‌ها بودن. وایکینگ‌ها در حدود سال 1000 میلادی اولین سفید پوست‌هایی بودن که نروژ، سوئد و دانمارک رو ترک کردن، به طرف ایسلند و گرونلند رفتن، اونجا یک سری کلونی ایجاد کردن و از اونجا ایدهیشون یک وایکینگی با کشتی‌های معروفشون به نام دراکار در راه گرونلند گم میشه و به سواحل نیوفاندلند کانادا میرسه. البته پیاده نمیشه اینجا، ولی این رو برمیگرده به اروپای شمالی و برای وایکینگ‌های دیگه این داستان رو تعریف می‌کنن و وایکینگی به نام لایف اریکسون از سوئد را میفته و به طرف سواحل نیوفاندلند در سال 1000 میلادی. و در این عکسی که اینجا میبینید، اینجا یک سری سیتلمنت در نیوفاندلند یا ترنوب کانادا ایجاد میکنند و اینا میمانند برای ماهیگیری، میمانند ماهی کار یا موهوی به فرانسه میگن، اینجا در حقیقت سید میکردن. این مکانی رو که میبینید به نام چیز هست؟ آنسو میدوز اسم این مکان هست که امروز جزء یکی از پارک‌های ناسیونال دولت فدرال کانادا است. بعد از این داستان اروپایی‌های دیگه‌ای هم، یعنی از پرتغال، اسپانیا و غیره آمدن به سواحل کانادا و باز برای ماهیگیری. البته اینجا هیچکدوم پیاده نشدن و به عنوان کلونایز بکنن و اینجا رو به حالت مستعمره دربیارن در کار نبود، صرفاً میومدن برای ماهیگیری و برگشت. تا اینکه همونطور که دیدید کریستوف کلمب به این قاره میاد با منظور اینه که به هند راه پیدا بکنه و به همین دلیل هم که همتون میدونید نام اهالی این منطقه رو به نام ایندیان یا سوپیتر هندیان ها میذاره و به این امید بوده که از این طریق بتونه به در حقیقت آسیا برسه. خب اشتباه و خب مسلمان اینها به دنبال طلا اومده بودن. کمی بعد از کریستوف کلمب یک ایتالیایی به نام جوانی کابوتو یا به فرانسه ژان کابو در سال 1497 میاد و سواحل شمالی کانادا رو طی میکنه و این رو به نام انگلستان میکنه، چون کسی حاضر نبوده برای پروژه اون خرج بکنه در ایتالیا، به انگلستان میاد و پادشاه انگلستان مخارج این سفر رو قبول میکنه و به خاطر همین انگلیسی ها در حقیقت اولین کلونایزر های آمریکای شمالی میشه. نام قاره امریکا به خاطر یک دریانورد دیگه بود به نام امریگو وسپوچی که اون نام امریگوش در حقیقت تبدیل به امریکا شد و نام قاره امریکا رو